در حال حاضر اینها رو بهشون میگن re-emerging به اصطلاح pathogens. اینها این ویروس ها و خانواده این ویروس ها قبلا بودند، بارها باعث مرگ و میر به شدت بالایی شدند. همین این مانکی پاکس که الان شما فرمودید از خانواده همون ویروس آبله هست که به اون وریولا هم میگن، یعنی اسم حقیقتا لاتینش وریولا است. و ما میدونیم یه جمعیتی بین 300 تا 500 میلیون آدم رو تا حالا این آبله و خانوادش به کام مرگ کشیدن. در حال حاضر گزارش شد از یکی از مسئولین وزارت بهداشت ایران که در بخش بیماری های عفونی بودن، ایشون گفتن که 5 مورد پیدا شده و اینها همونطور که میدونید بیماری هاییست که بیشتر در افریقا و کشورهای افریقایی وریش خیلی شایع هست. اینا گفتن 5 مورد در ایران احتاج شده. من کنترلی که کردم، یک بازدیدی کردم از بانک ژنتیک امریکا و در هنوز نمونه های از ایران رو به چاپ نرسوندن، یعنی این تست هایی که انجام میشه روی مردم، اول ویروس رو به وسیله همین PCR دیتک میکنن، بعد از اینکه ویروس رو شناسایی کردن بعد این رو میدن به whole genome sequencing که بتونن تمام رمز های ژنتیک ویروس رو به اصطلاح روشن کنن برای دیگران و این رو در بانک ژنتیک امریکا به ثبت میرسونن. در مورد ایران من هنوز ندیدم در مورد مانکی پاکس و ظاهراً اینها احتمالاً یکی دو ماه دیگه اینها رو چاپ خواهند کرد. کار بسیار تکنیکی هست، اما این به همون از همون خانواده است ولی به خطرناکی خود آبله یا وریولا نیست، یه مقداری مایلتره. اما به همون شکل وقتی که بهش مردم میتونن مبتلا باشن، مخصوصا سنجاب ها، اونهایی که در اطراف و البته جانوران کوچکتر، حتی از گاو، گوسفند و آهو هم اگر داشته باشن نزدیکشون و همینطور به اصطلاح حیوانات دست آموزی که در خانه نگه میدارن، از تمام اینا قابل به اصطلاح سرایت هست. یه چیزی حدود 1 تا 2 هفته طول میکشه تا آثار و سیمتوم هاش بروز بکنه. این همراه میشه با تب، سردرد، خستگی مفرد، به اصطلاح لرزه، سرما، حالت سردی و لرزیدن بدن رو به هم میزنه و بعد اون به اصطلاح رش های قرمز ظاهر میشه و بعد میتونه تبدیل به تاول هایی بشه که تماس با اون تاول ها با هر کسی تماس بگیره به اون شخص هم منتقل خواهد شد از این طریق.